بله. بسیار خوب. شروع بکنیم. یه صفحه برگردم عقب. چرا بر نمیگرده؟ ببینید با از این مثال شروع کردیم. اگر در صفحه X، اگر در حول محور X ها دستگاه مختصاتمون رو به اندازه فی بچرخونیم، ماتریس تبدیل عبارت از اینه. به زمان دست نزدیم، بنابراین این ستون فقط یکیش میمونه، این سطر و این ستون هم یکیش میمونه. به محور اکسا دست نزدیم، اون سر جاشه، بنابراین یک میمونه و بقیهش سطر ستونش صفره. ولی صفحه اکس وای زد چرخیده و حالا وای پرایم زد پرایم را از روی وای زد چگونه به دست بیاریم؟ این ماتریس کمک میکنه. کوسینوس فی، سینوس فی، سینوس فی، کوسینوس فی. کار دیگری که کردیم، گفتیم که بیایم این فی رو تقسیم بکنیم به تعداد زیادی دلتا فی و بعد مثلا ان تا. اون وقت به طوری که دلتا فی ان بزرگ باشد، دلتا فی کوچک خواهد بود. وقت این رو بیاییم ساده بکنیم، این میشه یک، این میشه منهای دلتا فی به علاوه دلتا فی یک. اون وقت این ماتریس رو، اون وقت این قانون تبدیل رو میتونین یکای قطریش رو جدا بکنید و نیستین یک. منهای دلتا فی و فی هم اینجا میمونن، ازش میتونین فاکتور بگیرین، بنویسین اس، که این اس عبارت از اینه، این اس فقط منهای یک و یک میمونه اگه دلتا فیش هم خارج بکنید. حالا این چه خاصیتی داره؟ شما میتونین بگین که شما میتونین دلتا فی رو، لامدای فی رو بگین که عبارت است از اس یک، یک به علاوه فی بر ان اس یک. این دلتا فیه در اینجا به توان ان، وقتی که ان میل میکنه به سمت بینهایت، و اون وقت این خواهد شد اکسپوننشل فی ضرب در اس یک، که اس یک فراموش نکنی یه ماتریس 4 در 4. و اینو اگر باز بکنی، بس بدین، خواهد شد یک به علاوه یک به توان 2 منهای کی فی به توان 2 فلان. بعد به علاوه یک، چون این اسا یادتون باشه مجذور میکردین یک بود، به توان 3 برسوندین میشد منهای اس یک، به توان 4 میرسوندین دوباره میشد یک. از این خاصیتی که دیدین. و اون وقت حاصل اینا رو اگر جمع بکنی، این کوسینوسه و این سینوسه، البته به شرط اینکه این از صفر شروع بکنه، از صفر شروع بکنه این یکه که نداره، پس بنابراین یکی ازش کم کردین، یکی همون سینوسه
اون وقت دوباره همین رو پیدا میکنید. این امتحان این بود که اگر من لامدا را به این صورت بنویسم، همون جواب قبلیم که شروع کرده بودم اون رو به دست میارم. فقط برای آزمودن صحت مواظبتم بود. این اس رو که این خاصیت رو داره، یه زاویه ضرب بکنیم به توان برسونین، اون وقت ماتریس تبدیل دوران رو میده، میگه مولد دوران حول محور یکا. حالا تعمیم میتونیم بدیم، مولد دوران حول محور دو سه میتونیم پیدا بکنیم. اینها رو فکر میکنم در صفحه پیش بود. آره این اس یک بود. این که در صفحه بعدیه. خب بله، این اس یک ماتریس دوران مولد دوران حول محور اکس است. یه اس دو و اس سه هم میتونین تعریف بکنید که مولد دوران حول محور وای ها و زد ها باشن. و اون وقت اگر ماتریس دورانتون حول یه محور دیگریه، نه اکس نه وای نه زد، شما اون محور دوران رو یه بردار واحد در طول اون محور دوران رو تجزیه بکنید روی محورهای اکس وای زد، و وقت میتونیم بنویسیم که ماتریس کلی دوران عبارت است از فی یک اس یک بلا فی دو اس دو بلا فی سه اس سه، که این بردار دورانه که تبدیل تصویرهاش رو میگیره. همینطور برای تبدیل لورنز، برای خیز حرکت محور، حرکت در امتداد محور اکس ها، این رو قبلا بررسی کردیم. انگار که در صفحه تی اکس ما یک دوران میدیم با زاویه موهومی زتا، این ما زاویه موهوم زتا میتونست از صفر تا بی نهایت تغییر بکنه، و برای اونها سه تا مولد تعریف کردیم به نام کی، مولدهای خیز بودند در امتداد محور اکس ها و کی ها. یار من نمیدونم کجاست. اینا احسان، اینا هم کی ها هستن. این مولد حرکت یک نواخت در امتداد محور اکس است. این مولد حرکت یک نواخت در امتداد وای هاست. این یکی مولد حرکت یک نواخت حول محور در امتداد زد هاست. اون وقت حالا ماتریس دوران مربوط به حرکت در امتداد زتا اگر بتا باشه، بتا یک، شما بنویسین ای بتا وان که یک بتا یک. اگر حول محور وای هاست به اندازه بتا دو، بنویسین که ای بتا وان که دو بتا دو، و برای این یکی که دو بتا سه. یا اگر نه، بتاتون در یه امتداد غیر مشخصه، سرعت خیز در یه امتداد غیر مشخصه و تصاویرش بتا یک بتا دو بتا سه هست، بنویسین که یک بتا یک به علاوه که دو بتا دو به علاوه که دو که سه بتا سه، و بعد ای بتا وان این کمیت. خلاصه کلام، شما این تبدیل های ششگانه این تبدیل های ششگانه
اینجاست بله. پیشگانه که دارین در کلی ترین حالت ماتریس تبدیل عبارت است از لامدا که به این صورت به دست میارین: فی ضرب در اس و زتا ضرب در کی، که فی بردار سه تا مؤلفه فی یک فی دو فی سه داره، اس هم که سه تا ماتریس 4 در 4 بود دیدین مولدهای دوران، این زتا هم که در اینجا هست زتا یک زتا دو زتا سه در سه امتداده، و این کی ها هم زتا ماتریس خیز بود که برای ماتریس که برای تبدیل لورنس به کار بردیم. این کلی ترین حالت ماتریس تبدیل از یه مختصات به مختصات دیگر، هم شامل زتا دوران میشه و هم شامل زتا خیز. این فرمول رو غیر از این کتاب میتونید کتاب جکسن هم ببینید. کتاب جکسن و الکترومغناطیس یه جایی که به نسبیت میپردازه این فرمول رو در اونجا هم میتونید پیدا بکنید. حالا این اس ها و کی ها یه خواص جبری دارن، ضمناً فراموش نکنین که شما هر کدام از سه مؤلفه سه دوران رو میتونین از صفر به طور پیوسته تغییر بدین تا دو پی یا پی، همینطور این زتا رو به طور پیوسته میتونین از صفر تا بی‌نهایت تغییر بدین. پس بنابراین این گروه، این تبدیلات گروه به ازای تمام فیها و تمام زتاها یک گروه لیه و مولدهای این گروه لی که اس و کی بودن این جبرشونه، کامیوتاتورشونه، جابجایی مولدهاشه. اس آی اس جی اپسیلون آی جی کی اس کی، این اتفاقا جبر انگلر مومنتوم هم هست. اگر این اس انگلر مومنتوم بودن یا اوربیتال انگلر مومنتوم یا سپین انگلر مومنتوم، شما کامیتیشن ال اکس و ال وای رو پیدا میکردین ال زد و مثل بقیه. این جبر چون اسا بین خودشون فقط رابطه دارن، جبر یه ساب گروپ از گروه تبدیل های لورنسه و این گروه اس او سه به معنای جبر ماتریس های متعامد سه در سه. و کی ها جبرشون اینطور نیست، کی ها و اس ها میشه کی و کی و کی میشه اس، بنابراین سه تا خیز یک ساب گروپ تشکیل نمیدن، ساب گروپی از گروه بزرگتر لورنس نیستند و چون نیستند بنابراین یک خصوصیات فیزیکی دارن، یعنی معنای فیزیکی دارن که کی ها با اس ها کی ها یه ساب گروپ نیستن، یه معنای فیزیکی داره. اینجا من چند تا از این خاصیت ها رو گفتم. قلاب های اس و اس جبر تکانه زاویه ایست و زیر گروه او سه از او سه یک است. او سه یک جبر چیز رو گفتیم، جبر تمام اس و کی با هم رو گفتیم، این چهار بود در چهار بود زمان و مکانه، این یکیش اشاره به زمان داره، سه بود زمان و یک بود سه بود مکان و یک بود زمان. این جبر اس او سه یعنی جبر اس ها زیر گروه هست از این اس او سه یک. و معنای این اینی که دو تا چرخش در پشت سر هم در دو امتداد مختلف به
بی معنا که دو چرخش در دو امتداد مختلف خود برابر با یک چرخش معادل است. چرخشتون حول یه محور دیگری غیر از اکس وای باشه یا نه، یه چرخش در امتداد یک ها بدین، یه چرخش در امتداد دو ها، حاصل اینها یه چرخش در یک امتداد دیگر، چرخش خالص. ولی برای خیس ها اینطور نیست. یک خیس در امتداد اکس ها و یه خیس دیگر در امتداد وای ها، اینا با هم کامیوت نمی کنن و معناش اینه که یه چرخش هم در این وسط می بینید. این رابطه یه خیس در امتداد آی و یه خیس در امتداد جی که اینا را از هم دیگه کم بکنید اس به وجود میاد، یعنی خیز در امتداد کی یک آی منهای خیز در امتداد وای یه دورانه. یعنی ببینید این ماتریس رو بفهمین چیه، کی آی کی جی منهای کی جی کی آی. معناش اینه که اول شما در امتداد جی سه تا مختصات داشته باشین، یک دو سه. محور دو در امتداد جی حرکت بکنه، محور سه دستگاه مختصات سه در امتداد جی حرکت بکنه نسبت به دو، و بعد دو نسبت به یک در امتداد آی حرکت بکنه. بعد اینا رو وارونه بکنید و از هم دیگه کم بکنید یه دوران میبینید. بنابراین اگر سه تا ناظر که دارین، او پرایم او دابل پرایم، اگر محورهای او پرایم با محورهای او موازی باشه و محورهای او پرایم با محورهای او دابل پرایم موازی باشه و اینها در امتداد مختلف حرکت میکنن، الزاماً محورهای او با محورهای او دابل پرایم موازی نخواهد بود. ببینید در هندسه اقلیدوسی یه قضیه داریم، دو خط موازی با خط سوم خودشون موازی هست. حالا محورهای دستگاه او پرایم رو بگذارین که محوراش هم با او موازی باشه هم با او دابل پرایم موازی باشه، ولی محورهای او با او دابل پرایم موازی نخواهد بود به خاطر این کامیوتاتوری که در اینجا هستین. حاصل دوتا چرخش که ترتیبش رو عوض بکنید از هم کم بکنید یه دوران میمونه. وقت این دوران کاملا خاصیت نسبیتیه و در حد صورتهای کم هم میل خواهد کرد به سمت صفر، ولی یک کوانتوم مکانیک که میرسین یک اثر قابل اندازگیری و قابل مشاهده بهتون نشون میده. و این مسئله رو من فقط به طور کیفی اشاره میکنم و بعد میرم و مثباتش رو نمیدم. و این اثر فیزیکی در کوانتوم مکانیک قابل اندازه‌گیری هست، اینو توضیح میدم. یه ژیروسکوپ در نظر بگیرین. ژیروسکوپ حول محور، یه محوری که حرکت میکنه در فضای بردار برای مشخص میکنه. خلاصه کلام یه چهار بردار در نظر بگیریم، مثلا چهار بردار تکانه زاویه، چهار اسپین، یا آشناتر از همه چهار بردار زمان و مکان یک سیستم در دستگاه سکون سیستم نشان دهیم.
اگر سرعت سیستم V و شتاب آن A باشد، چاربردار مورد نظر میچرخد، پریسیشن پیدا میکند و سرعت زاویه چرخش متناسب با V ضرب در A خواهد بود. مثال بیارم. فرض کنید که یه ماهواره دور زمین میچرخه و اون وقت فضانورد اون تو یه ژیروسکوپ هم گذاشته جلوش و داره تماشا میکنه. این ژیروسکوپ میچرخه و محور ثابتی داره نسبت به ماهواره. ماهواره در لحظه تی یه سرعتی داره و شتابی داره. یه لحظه بعد به خاطر شتاب دار بودن سرعتش عوض خواهد شد. یعنی اگر در لحظه تی بگیم سرعت بتاست، در لحظه تی به علاوه دلتا تی خواهد شد بتا به علاوه دلتا بتا. به اون وقت بتا و دلتا بتا هم در یک امتداد نیستن، چون حرکت دورانیه، حرکت ماهواره دور زمین دورانیه. بنابراین بردار شتاب اگر اندازش هم ثابت باشه یا حتی بردار سرعت اگر اندازش هم ثابت باشه، ولی هنوز بردار شتاب وجود داره که عمود بر سرعت قد. اون وقت ناظر زمینی که تماشا میکنه به اون ژیروسکوپ که در لحظه تی یه سرعتی داشت، در لحظه تی بلا تی پرم یه سرعت دیگر و شتابش ای بود، ناظر زمینی، برای ناظر زمینی اون ژیروسکوپ محورش دوران خواهد کرد. سرعت زاویه‌ای دوران متناسب است با سرعت ژیروسکوپ ضرب در شتاب ژیروسکوپ از نظر ناظر زمینی. وقت اینا رو من به تفصیل در اینجا بحث کردم. ببخشید. چگونه این رو به دست میارین که ژیروسکوپ باید محورش پریسیشن داشته باشه. پریسیشن همین حرکت تقدیمی. و چون برای اولین بار تامس متوجه شده، این رو حرکت تقدیمی تامس نامگذاری کردن. ببخشید. بله بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که الان ما توی این مثل ما فرمودیم ماهواره، آیا خود ماهواره هم توی اون مسیر خطی که داره حرکت میکنه حرکت شتاب داره یا نه؟ فقط به خاطر اینکه یک حرکت بیضوی دور کره زمین داره اصلا فرض میکنیم به خاطر همین ما ماهواره رو شتاب دار در نظر گرفتیم. ببین ماهواره فرض بکنید که دوران مدارش اصلا دایره است دور زمین، حرکت در روی دایره شتاب داره، برای اینکه اگر اندازه سرعت هم تغییر نکنه امتداد سرعت تغییر میکنه. درست، من همین یعنی تغییر در بردار سرعت. درست، من همین رو میخواستم بدونم که خود ماهواره پس لزوما حرکت شتاب دار نیست، به خاطر اینکه تو مسیر دایره حرکت میکنه و بردار سرعتش تغییر میکنه، سرعت تغییر میکنه، شتاب دار این لحاظ میشه. ماهواره حرکت شتاب دار داره، هر چیزی که حرکت دورانی داشته باشه شتاب داره. درسته. از جمله ماهواره، از جمله فضانوردی که اون تو هست، از جمله ژیروسکوپی که گذاشته جلوش تماشا میکنه. حرکت در مدارهای منحنی حتما شتاب داره، ولو این که اندازه سرعت هم تغییر نکنه. این روشن شد؟ بله استاد، ممنون. بله، خلاصه ای کلام اینه، ناظری که نگاه میکنه به ماهواره خواهد دید که ژیروسکوپی که اون تو هست میچرخه دور خودش. حالا نه فقط ژیروسکوپ، بلکه هر برداری در ماهواره باشه اونم میچرخه نسبت به ناظر زمینی. حتی چارچوب های ماهواره هم میچرخه نسبت، پریسیشن داره. حتی خود فضانورد هم اگر بلند شه
صاف وایسه از نظر ناظر زمینی پریسیشن داره، حول محور بدنش، محور قائم بدنش یه پریسیشن خواهد داشت. و این پریسیشن سرعت دورانی در ثانیه دیگه متناسب است با V ضرب در A، سرعت ضرب در شتاب. شتاب در ماهواره چقدره؟ کسی میتونه جواب بده؟ V2 بر R. شتاب جاذبه زمینه دیگه. ماهواره در میدان گرانش در میدان گرانش زمین سقوط میکنه. در هر جا از میدان گرانش زمین هر چی باشه، شتاب نیروی گرانش زمین شتابش هم همون اندازه است. خب این چرخش که از آن با نام حرکت تقدیم تامس یاد خواهیم کرد، یک پدیده نسبیتی است و در حد سرعت‌های کم به صفر میل می‌کند. معلومه دیگه اگر ویروس به صفر میل بدین اینم صفر میشه. حالا ژیروسکوپ و فضانورد رو بذاریم کنار، اتم هیدروژن رو در نظر بگیرین. یه پروتون نشسته در مرکز و یه الکترون دورش میچرخه و این الکترون یه بردار چسبیده بهش، بردار سپین. بنابراین اگر ناظری روی پروتون بود و نگاه میکرد به این بردار سپین، در این سپین یه چرخش خواهد دید متناسب با همین مقداری که گفته شد. ولی سپین در میدان الکتریک حرکت بکنه یه مگنتیک مومنت پیدا میکنه. مگنتیک مومنت که پیدا کرد در همون میدان یه انرژی پیدا میکنه. پس بنابراین شما سطوح انرژی اتم هیدروژن رو به دست میارین، عدد ریدبرگ تقسیم بر N2. این به خاطر سپین باید یه جمله بهش اضافه بشه، یا حتی به خاطر اوربیتال انگولار مومنتوم، به خاطر اوربیتال انگولار مومنتوم باید بهش اضافه بشه. اون وقت بنابراین سطوح انرژی اتم هیدروژن کاملا به طور خالص عدد ریدبرگ تقسیم بر N2 نیست، بخواد یه جمله ای داره که به سپین مربوطه. در واقع به سپین ضرب در انگولار مومنتوم مدارش مربوطه و در طیف اتم هیدروژن چیز سری لایمن، سری یکی از چی اسمش یادم رفته، سری لایمن اولی، سری بعدیش چیه؟ کسی یادش هست؟ نیمان نبود؟ ها؟ سری نیمان، لیمان، اون لایمن من گفتم دیگه، نه اون پایین ترینشه، بعدش سری یکی دیگه هست که معروفه، نه بابا خب. باشن یکی دیگرش وسط اینا، باشن و لیمان یکی دیگه هست. پاشن هستش، لیمان، بالمر نیست؟ چی؟ بالمر بله سری لیمان افتادن از مسیر بالا به N مساوی با صفره، N مساوی با یکی. سری بالمر افتادن از بالا به N مساوی یک دوه. سری پاشن به N مساوی با 3. اینا نامگذاری های اسپکتروسکوپیه. خلاصه یک انرژی پیدا میکنه و توی این چیزایی که من در اینجا دارم محاسبات ریاضیش رو
صرف نظر میکنم و این آخرین انرژی رو گمان میکنم داشته باشم که چقدر تغییر میکنه. نه اونم ندارم. خلاصه کلام، این اثر تامس پریسیشن باید در طیف چیز ملحوظ بشه و اینتراکشن LS کاپلینگ رو در سپکتروسکوپی میده. خب میرم به فصل چهارمان و گفتم رفرنس مبسوطتر از اون چیزی که در این کتاب من میبینین کتاب جکسنه. نگاه بکنید این تامس پریسیشن هم دقیقا گفته، منم بیشتر اینا رو از اونجا برداشتم. خب تا به حال صحبتی کردیم سخن سینماتیک بود. سینماتیک یعنی توصیف حرکت و میبینید که تا به حال حرکت رو و خصوصیاتش رو توصیف کردیم از یه دستگاه مختصات به دستگاه مختصات دیگر. حالا میخواییم از دینامیک یعنی عواملی که حرکت رو به وجود میارن، قانون حرکت و از اینجور چیزا صحبت بکنیم. سخن دینامیک، هموردائی قانون های فیزیک. بیشتر گفته شد ناظران لخت نسبت به هم امتیازی ندارند و قانون های فیزیک برای همه اونها باید یکسان باشد. به زبان ریاض این حرف یه حرف خیلی ساده ایه. این رو عوامم میفهمه، فیزیکم نخونده باشه عوامم میفهمه این حرف رو. حالا به زبان ریاضی اینو بخوایم تعبیر بکنیم، باید بگیم که قانون‌های فیزیک تحت تبدیل‌های شیشگانه‌ای که در بخش 4-3 گفته شد ناوردا باید بمانند. بنابراین هر قانون می‌نویسیم برای اینکه درست باشه و اعتبار داشته باشه حتما باید تحت تبدیل‌های لورنتز ناوردا بمونه. مثلا الکترومغناطیس معادلات مکسول خواهیم دید که تحت تبدیل های لورنتز ناورداست و اگر نبود میباید شک میکردیم درش که اون الکترومغناطیس درست نیست. تبدیل قانون حرکت نیوتون F مساوی M ضرب در شتاب، این تحت تبدیل های لورنتز ناوردان نیست. حالا اگر حرف انشتن رو قبول دارین که تمام قانون ها باید از یک تبدیل پیروی بکنن، باید بگیم که باید در قانون حرکت نیوتن شک بکنیم و لازمه که اصلاح بشه چون تحت تبدیل های لورنتز ناوردانیست، چون ناظرین لخت هر کدام برای خودش یه قانونی خواهد نوشت که با مال دیگری تفاوت داره. این حرف فهمیده میشه؟ این دو سه خطی که اینجا هست، قانون های فیزیک تحت تبدیل های شیشگانه ای که در بخش فلان گفته شد باید ناوردا بمونن. حالا چه کار؟ بله بگه. بله بله حرفتون قطع و وصل میشه، نمیشنوم. الان خوب میاد؟ بله. گفتم که توی فصل قبل تبدیلات لورنتز اینجوری بودن که توی دستگاه بودن، ما فقط داشتیم شتاب رو نداشتیم. شتاب رو نداشتیم، بله. با شتاب کاری نداریم. پس خب بدیهیه که اینجا ناوردا نباشه. این قانون F مساوی M
خب در همین تعریف کتاب یه تجدید نظری خواهیم کرد. به اونجا میرسیم. به اون میرسیم که قانون نیوتن رو، حرکت نیوتن رو چطور اصلاح بکنیم. نگران نباشین. مرسی. به اون خواهم رسید. خب حالا چه کار بکنیم که قانونها رو، چه راهنمایی داریم که قانونها رو طوری بنویسیم که تحت تبدیل‌های لورنس ناوردا بمونن؟ ما چهار نرده‌ای ها رو قبلا بحث کردیم. تحت تبدیل لورنس ناوردا میمونن. چهار بردارها و چهار تنسورها در تبدیل لورنس صورت نرده‌ای و برداری و تانسوری خود را نگاه می‌دارند. در تبدیل چهار بردار، در تبدیل لورنس از یه چهار بردار به دستگاه دیگر، چهار بردار چهار بردار می‌مونه. تانسور تانسور می‌مونه. نرده‌ای نرده‌ای می‌مونه. پس بنابراین اگر قانون رو می‌نویسیم بهتر نیست که به صورت رابطه بین یک نرده مساوی نرده دیگر، یک بردار مساوی یک بردار دیگر و یک تانسور مساوی یک تانسور دیگر باشه؟ اگر به این صورت بنویسیم، اون وقت تحت تبدیل های لورنس مطمئن خواهیم بود که، نگران نخواهیم بود که ناوردهایشون رو حفظ بکنه. پس قوانین فیزیک یادتون باشه، هر طور میبینین باید یکی از این سه صورتی که دارم میگم، یک نرده‌ای مساوی نرده‌ای دیگر، یک بردار مساوی بردار دیگر، یک تانسور مساوی تانسور دیگر، جز این باشه ناوردهایی تحت تبدیل لورنس برقرار نمیشه و اون قانون درست نخواهد بود و ناظرین مختلف نتیجه های یکسان نخواهند گرفت. بله. یعنی الان توی قانون F مساوی ام آ، F و آ در واقع بردارن، ولی اون از... M... نه سه بردارن، چهار بردار. باید در فضای چهار بودی از چهار بردار، از چهار نرده‌ای، از چهار تانسور دارم صحبت میکنم. درست. مثلا قانون نیوتن خیلی عیب داره، F مساوی به ام ای خیلی عیب داره، در فضای سه بودی است اصلا. درست. تازه زمانش مستقل از مکانشه. بله. نگران نباشین، اون رو برمیگردیم اصلاح میکنیم. حالا معادله های الکترومغناطیس در صورت معمول خود به صورت پنهان لورنس ناوردا هستند. ببینید بون معادلات مکسور، بون گلگوشادی که نوشتیم دیده نمیشه لورنس ناوردا باشن. مثلا بردار الکتریک سه برداره، یعنی یک بردار که فقط سه مؤلفه داره. بردار مغناطیس سه برداره و فی اسکیلر پتانسیل یا ای وکتور پتانسیل اون سه برداره. با همه اینها معادله های الکترومغناطیس لورنس ناوردا است، منتها آشکار نیست ناوردایی. میتونیم ببینید همین جملات رو بخونم دیگه. معادله های الکترومغناطیس در صورت معمول خود به طور پنهان لورنس ناوردا هستند، ولی دیدن ناوردایی آشکار آنها و انجام آسان اعمال ریاضی مستلزم صورتبندی دوباره الکترومغناطیس به صورت رابطه بین چهار کمیت هاست، یعنی چهار نرده‌ای ها، چهار بردار ها، چهار تانسور ها، و در زیر به این کار خواهیم پرداخت. از سوی دیگر مکانیک کلاسیک از تبدیل گالیله پیروی میکند. اگر به سفارش انیشتین قرار است همه فیزیک
از یک تبدیل پیروی بکند نمیاره. اگر به سفارش انشتن قرار است از یک تبدیل پیرو بکند، ببینیم سطح صفحه بعدی چیه. آها، جمله نمیدونم چی شد. اونم به خاطر ثابت جهانی بودن سرعت نور تبدیل لورنس باشید. لازم است خلاصه کلام، لازم است در مکانیک نیوتونی بازبینی شود و از نو ساخته و پرداخته شود. قانون حرکت نیوتون رو میتوان ترمیم کرد و به صورت لورنس ناوردا در آورد، ولی قانون گرانش او در چارچوب نسبیت خاص نمی گنجد و موضوع نسبیت عام است. به اون نیز در بخش دوم کتاب خواهیم پرداخت. پس بنابراین نسبیت خاص، در نسبیت خاص میتونیم نشون بدیم که معادلات مکسول به طور آشکار لورنس ناوردا هستند، یعنی به صورت رابطه بین چهار بردارا، چهار تانسورا، چهار نردگی است، به صورتی که میشناسین لورنس ناوردا هست ولی آشکار نیست، آدم به راحتی نمیتونه ببینه. یه کاری برای اون خواهیم کرد. قانون حرکت نیوتون اصلا در این چارچوب نسبیت خاص نمی گنجه، برای اینکه در فضای سبودی تعریف شده، فضای سبودی مطلق و زمان مطلق تعریف شده و اصلا در این نمی گنجه و باید اصلاح بشه. قانون جاذبه نیوتون که هر جرمی در دوربر خودش میدان جاذبه ایجاد میکنه، گرانش ایجاد میکنه، اونم در این نسبیت خاص درست شدنی نیست و باید بریم سراغ نسبیت عام. حالا اولین کاری که میکنیم، سعی میکنیم به طور آشکار الکترومغناطیس رو لورنس ناوردا ببینیم. این کلمه ناوردایی آشکار و ناوردایی پنهان، دو تا اصطلاحی که من ترجمه کردم، منیفست کووریانس، ناوردایی آشکار، منیفست کووریانس، منیفست تقریبا آشکار. و از اصل پایستگی بار الکتریکی شروع بکنیم. بخشی از الکترومغناطیس چی بود؟ دی رو به دی تی به علاوه دیورژانس جی مساوی با صفر. یادتون هست این قانون؟ دی رو به دی تی به علاوه دیورژانس جی مساوی با صفر. این قانون یادتون هست؟ یکی به من جواب بده. یادتونه این؟ بله. خیلی. اینجا یه رو داریم، یه جی داریم. من یه چهار بردار تعریف بکنم. این رو رو به سی ضرب بکنم که هم دیمانسیون بشه با جی. جه دیمانسیونش هست بار ضرب در سرعت دیگه. رو چگالی باره. ضرب در سی بکنم، الان سی رو و جه هم دیمانسیونن. اسم اینو بگذارم جه آلفا. آلفا صفرش سی رو باشه.
الفا 1 2 3 J 1 J 2 J 3 باشه یا منهای این منهای J و به ترتیب فرض بکنیم که چهار بردار پادوردا هست. این جی الفا پادوردا است. همورداش اگر بخواهیم بکنیم علامت مکانی رو عوض میکنه منهای جی میکنه. فرض بکنیم که این بردار پادوردا است. و اونها رو چهار بردارهای چگالی جریان الکتریکی یا چهار بردارهای جریان بنامیم. معادله پیوستگی بر حسب جی الفا رو میتوان به صورت زیر در آورد. این دی الفا یادتون هست چی بود؟ پارشل الفا پایین. این عبارت بود دی به دی تی، دی به دی اکس، دی به دی وای، دی به دی زد. مشتقان. معادل گرادیان در اپراتور گرادیان در سه بعده که میشناسید. جی هم که یه برداره و اگر بنویسین دی جی صفر به دی صفر، دی جی یک به دی یک، دی جی دو به دی یک، این شامل چهار جمله دی رو به دی تی به علاوه دیورژانس جی مساوی با صفر میشه. پس بنابراین معادله که میشناسین دی رو به دی تی به علاوه دیورژانس جی به این صورت در میاد. دی پایین الفا جی بالا جی که جمع بشی روی این، یا اینکه نه اینو ببریم بالا اینو بیاریم پایین، یه مساوی با صفر. این الان قانون پایستگی جریانه وقتی که به این صورت نوشته میشه. به این الان نگاه بکنید بلا فاصله میتونیم بگیم که آره این قانون درستیه. چرا؟ برای اینکه جی الفا یه چهار برداره، چهار دیورژانس اگر بگیرین میشه یک چهار نرده ای، این چهار نرده ای صفره. بنابراین قانون پایستگی بار رو به صورت منفست لورنس کوارینت تونستیم بنویسیم. این منفست کوارینس داره، ناوردهای آشکار داره، در حالی که دیرو به دیتی بلا دیورژانس چه مساوی با صفر همینه، چیز اضافه نکردیم بهش، ولی ناوردهایش آشکار نبود. دیورژانس چهار بردارها کمیت های چهار نرده ای هستند و لورنتز ناوردایی معادله یک چهار آشکار است. یکی از پتانسیل های برداری A و نرده ای فی، اینا یادتون هست دیگه، بی رو می نوشتیم کرل A و ای رو می نوشتیم منهای گرادیان فی به علاوه یک سیوم دی ای به دی تی بوده اگر اشتباه نکنم. از اینا یه چهار بردار بسازیم. ببینید این سه برداره، این اسکیلره. از اینا یه چهار بردار بسازیم. یه ای آلفا تعریف بکنید. مؤلفه صفرمش فی باشه و مؤلفه های بعدی یک دو سهش ای باشه. این بردار پادوردها همورداش بخواین میشه فی و منهای ای. اینا رو قبلا بحث کردیم.
معادله 9-2 اگر یادتون باشه لاپلاسیان ای منهای 1/c2d2 به dt2 ای مساوی با جی بود، یا لاپلاسیان فی منهای 1/c2d2 به dt2 فی مساوی رو بود. حالا هر اون معادله ها رو میتونید جمع بکنید و بنویسین دی بتا بالا دی بتا پایین، ای آلفا مساوی 4π/3 جی. این تیکه یادتون هست بحث کردیم هست لاپلاسیان منهای 1/c2d2 به dt2. حالا شاید من الان علامتش اشتباه میکنم، d2 1/c2d2 به dt2 منهای لاپلاسیان، یادم نیستون منهاش، یادم نیست. این یه اپراتور اسکیلره درجه 2 بر حسب زمان و مکان. ای آلفا هم که یه برداره، پس بنابراین یه 4 برداره، از ریختش معلومه 4 برداره و باید برابر باشه یه 4 بردار. پس بنابراین این درسته، این رابطه میتونه درست باشه و لورنس کوادیانس داشته باشه، منفست لورنس کوادیان داشته باشه، به طور آشکارا دیده میشه این یه رابطه بین بردار مساوی بردار و لورنس کوادیانس هم آشکاره، پس میتونه این درست باشه. اگه این خصوصیت نداشت حتما درست نبود. خب اینا پس معادلات موج رو هم که داشتیم اینا رو ادغام کردیم در این. بریم بقیهش. یک تانسور اف آلفا بتا من تعریف میکنم، هم بردا پادردا هر دو اندیسش، ای بتا 4 بردار پتانسیله، مشتق میگیرم ازش نسبت به آلفا، بعد مشتق کانتروریانت میگیرم یعنی آلفا رو بالا میبرم، اون وقت ترتیب عوض میکنم دی بتا ای آلفا، ببینید دی آلفا ای بتا منهای دی بتا دی آلفا، این نظیر کرل، کرل دیگه نیست، کرل یادتون هست می نوشتیم دی اکس دی ای وای به دی اکس منهای دی ای اکس به دی وای. الان میتونید 4 تا از این، 6 تا از اینا، 6 تا از این اف آلفا بتا ها درست بکنید. اولا که قطریه، ببخشید انتای سیمتریکه، اگر جای آلفا و بتا رو عوض بکنید این منهای میشه، و چون انتای سیمتریکه یا جملات قطریش باید صفر باشه. اتفاقا ببینید این جمله چیه، این جمله جمله صفر یکه، این جمله جمله صفر یکه، شما صفر عبارت است از یک تقسیم بر یک، این جمله یک تقسیم دی به یک سیوم دی به دی تیه، این اون وقت این یکه بتا، ببینید این موقعیت، ببینید شماره گذاری های این ماتریس رو اول بفهمین، 0 1 2 3 سطر، سطراش
سطر صفرم، سطر یکم، سطر دوم، سطر سوم. بنابراین این درایه صفر یکه، یعنی آلفا را صفر بگیرین، بتا را یک بگیرین، اون وقت به شما خواهد داد یک سیوم دی به دی تی ای یک، و این به شما خواهد داد دی به دی اکس ای صفر. ای صفر فی بود. پس بنابراین این جمله الان هست یک سیوم دی به دی تی ای یک منهای دی به دی اکس فی، و این میشه منهای یک. این جمله یک صفره، سطر دوم، ستون اول، ببخشید سطر یکم، این سطر صفرم بود، این سطر یکم ستون صفرم. اینو حساب بکنید، این رو یک بگیرین، اینو صفر، و اینو صفر، اینو یک، میده ای یک. پس اینجا منهای یک ای دو، و اینجا بلای یک. اینجا منهای ای دو، اینجا بلای دو. منهای ای سه، بلای ای سه. و اما اینجا کجاست؟ اینجا سطر دوم، سطر اول، ببینید سطر صفر، یک، دو، سه، این سطر اول ستون صفر، یک، دو، سطر اول ستون دو، یعنی یک، دو، یعنی دی بی دی اکس ای وای، منهای دی بی دی وای ای اکس. و این را اگر نگاه بکنید بی سیه، مؤلفه سوم بیه، و این دیگه مؤلفه سوم بی دوه، و این منهای بی یک. چون انتهای سمتریکی یه طرفش به دست آوردین، طرف دیگرش رو بیاین علامتشون عوض بکنید، منهای بی یک بلا بی یک، بلا بی دو منهای بی دو، منهای بی سه بی سه، و همینطور ای یک منهای یک، فلان فلان. خب این تانسور یه تانسور رنگ دوی انتهای سیمتریک با ترتیبی که نوشته شده با اندیس های پادورد است. لورانس انوریانت، تحت تبدیل های لورانس، لورانس انوریانت، یعنی اگر رفتیم دستگاه پرایم، کافیه که چشم بسته یه پرایم روی اف بگذارین، روی دی بگذارین، روی ای آلفا بگذارین، خیالتون راحت باش. میتونین از روی این چون میدان الکتریک و میدان مغناطیس در اینجا پهن شده، این رو بگیم تانسور میدان الکترومغناطیس، الکترومگنتیک فیلد تنسور، تانسور میدانهای الکترومغناطیس، الکترومگنتیک فیلد تنسور. برای اینکه میدان ها هستن دیگه، میدان ها هر شیشتا میدان ای و بی در اینجا جمعن. میتونین اندیس ها رو پایین بیارین، اگر اندیس آلفا رو بخواییم بیاریم پایین، به یک اتا باید ضرب بکنین که یه اندیسش آلفاست. اگر بتا رو بخواییم بیاریم پایین، به یه اتای دیگر باید ضرب بکنید که اندیسش بتاست. حالا اینو بگذارین گاما، اینم دلتا، این اف هم بنویسین اف دلتا گاما.
وقت این رو اگر حساب بکنید، تنها کاری که میکنه اینا دیگه، ببینید اینا منها بودن، اینا به علاوه عوض میکنه، جاهای ای ها رو علامت عوض میکنه، ولی بی ها رو عوض نمیکنه. ببینید بی یک منهای بی یک بی یک، اینجا منهای بی یک بی یک. پس بنابراین با اندیس پایین میدان های الکتریک علامت عوض میکنن، میدان های مغناطی سر جاشون میمونن. عنصر های پاد قرینه اند، اینو این پاد قرینه اند و این به دوگان میدان الکتریک الکترومغناطیسی هم نیاز است. یه دوگان هم تعریف میکنیم برای اینا. اول یه تانسور لوی چیویتا ایتالیایی این کلمه، یه تانسور رنگ چهار تعریف بکنید، اپسیلون آلفا بتا گاما دلتا. حالا چه با اندیس پایین چه اندیس بالا، اگر آلفا بتا گاما، اگر آلفا بتا گاما جایگشت زوج صفر یک دو سه باشد، مقدارش یک. اگر جایگشت فرد باشد، منهای یک. در غیر این صورت صفره. غیر این صورتش چی میشه؟ مثلا دو تا از این اندیس ها با هم برابر بشن، اپسیلون یک یک مثلا دو سه، اپسیلون صفر یک صفر دلتا این صفره. هرگاه دو تا از این اندیس ها صفر باشن، یکسان باشن، صفر. این تانسور لوی‌چویتا بیاری، تانسور لوی‌چویتا میتوان برای هر تانسور پادقرینه مرتبه دوی F یک دوگان پادقرینه مرتبه دو که اینو یه F یعنی کچکوله نوشتم، این رو این اف رو با این اف فراموش نکنید. این اف اف دوگان، این رو دوگان میگیم، دوال، دوگان کلمه دوال تعریف ترجمه کردم. این دوال اف، اف که قبلا تعریف کردیم، اگر بنویسید یک دوم اپسیلون آلفا بتا گاما دلتا اف گاما بتا، وقت حساب بکنید این رو باز بکنید، کاری که میبینید جای اینجا جای ای بود، بی ها رفتن جای ای ها رو گرفتن و ای ها آمدن جای منهای بی رو گرفتن. در اون تانسور بالا اینجا منهای بی سه داشتین، الان شده به علاوه ای سه. در اونجا به علاوه ای سه بی سه داشت، بی دو داشتین، الان شده منهای ای دو و همینطور بقیه. این هم که اشتباه کردم، این باید صفر باشه. این هم که اشتباه چاپیه، غلطه. خب اینا رو تمرین خواهم دادم، بذاریم ببینم وقت داریم که یکیشو حساب بکنید. من اف آلفا را بگیرم صفر یک، صفر یک اینجا میفت. خب صفر یک، اگر صفر یک باشه، این دلتا گاما و دلتا
میتونن یا سه ببخشید صفر یک باشه، گاما میتونه دو سه باشه، گاما دلتا میتونه دو سه باشه یا سه دو باشه. اگر یک، اگر صفر یک دو سه بود این یکی، اگر صفر یک سه دو بود منهای یک، اون وقت ضرب در اف دو سه منهای اف دو سه سه دو، که اف دو سه اگر به بالا نگاه بکنید بی سه بود، ببخشید بی یک بود. بنابراین میتونید تحقیق بکنید این دوگان، دوگان این تانسورا جای به جای ای بی رو می نشونه و به جای بی منهای ای رو می نشونه. خب حالا که چی؟ یه صفحه دیگه بریم جلو. حالا این اف بال آلفا بتا به طور که تعریف کرده بودیم یک تانسور رنگ دوه و پادقرین هم هست. من از این بیام دیورژانس بگیرم، اینجا که یه کاما بتا گذاشتم منظورم دی به دی بتاست. این علامت چیز باشه، مشتقگیری باشه. بعد از کاما هر اندیسی نوشتم دی به دی بتا باید باشه، همینجا و همینجا. شما اگر و این الان از اف آلفا بتا دیورژانس گرفتم چی میده؟ تانسور رنگ دو یه اندیسشو جمع بکنم روش، یه کار بکنم یه اندیسش از بین بره، یه کمیت یه اندیسی میمونه دیگه و اون برداره. حالا اگر این رو باز بکنید و بنویسید خواهید دید که این بردار جی آلفاتونه و این رابطه که در اینجا نوشته شده جفت معادله ناهمگن مکسوله. اینجا نوشته شده این را اگر باز بکنید جفت معادله ناهمگن مکسوئل را خواهید دید. این یکی رو اگر دیورژانس بگیرین، دوگان رو دیورژانس بگیرین، خواهید دید که این صفر میشه. این هم چهار برداره ولی این چهار بردار صفره. وقت دو تا معادله مکسوئل هم بود همگن بودن و این شامل اون دو معادله همگن مکسوئل، یعنی دیورژانس بی مساوی با صفر رو الان در اینجا باید ببینید. فکر میکنم صفر بتا بتا دیورژانس صفر رو بهتون بده. بله اینجا چی شد که از چهار مؤلفه یه تبدیل شد به سه تا مؤلفه؟ چرا اون پایین فقط بتا داریم؟ پایینی رو؟ من زیر نویساشونه، چرا فقط یه دونه پایینه؟ این طرف من کلی محاسبات انجام دادم، این رو نوشتم و به صورت تمرین اینا رو بهتون خواهم داد. شما یا این رو یا این رو بگیرین، اینا هر دو معادلات همگن مکسوئله، یعنی دیورژانس بی مساوی با صفر اینه. ببینید اینو بگیرین یک دو سه، نه آره بگیرین یک دو سه،
وقت F1 2 چی بود؟ یادتون هست؟ F1 2 منهای بیسه نبود؟ ها؟ یکی F1 2 بیسه بود دیگه. اگر من اشتباه نکنم F1 2 F1 2 یعنی سطر یک ستون دو منهای بیسه. سطر یک ستون دو. آخو ببینید این سطر صفر ستون صفر. سطر یک ستون دو منهای بیسه. ستون سه نمیشه؟ ستون دو نه هیچی من اشتباه کردم. این سطر ستون صفر ستون یک ستون دو. سطر صفر سطر یک. پس بنابراین این ستون دو این F2 یکه. ببخشید این F1 دوه. F1 دو منهای بیسه. حالا گفتم گاما را سه بگیرین. یک دو سه. این میشه دی سه به دی زد سه. دی سه به دی زد. این جمله بعدیش دی سه دی به دی دی بی دو به دی وای و اون یکیش هم جملهش هم این میشه. بین این یک دو سه اینجا میچرخه بین اینا. و دیورژانس بی مساوی با صفر میده. اینا رو تمرین خواهم داد. اینا رو به جزئیات بنویسیم. برای من به طور مبسوط بنویسیم. اینا رو بیارین. استاد کدوم معادله ها رو تمرین دادیم؟ همینا رو باز بکنید. 4-6 و 4-7. بله بله 4-6 و 4-7. بیاین ببینید مؤلفه صفر این رو بنویسین. بعد روی یه برداره. مؤلفه صفر داره، یک داره، دو داره، سه داره. این رو مؤلفه صفر رو بنویسین و یکی از این معادلات ناهمگنتون رو خواهین آورد و یک دو سهش هم بقیه رو خواهد داد. این یکی معادلات همگن خواهد داد. این رو بنویسین و ببینید که اینا معادلات مکسول هن که به این صورت در آمدن. خلاصه کلام اینه که اینا معادلات مکسول هن. این دوتا معادله معادله مکسول هن. این اون جفت همگن ناهمگن و این جفت همگنشه. این رو به صورت مسئله حل بکنید. یعنی بنویسین F0 1-1-2-2-3-3 و مساوی J0 که روه. با اون وقت میبینید که این هست دیورژانس E مساوی با رو. مصد ببخشید. بله. الان یعنی اون ویلگول بتایی که گذاشتیم منظورتون اینه که این ستون بتا؟ نه، هدف از این اینه که دی به دی بتا، دی به دی بتای اف آلفا بتا. این یعنی دی به دی بتا اف آلفا بتا. از اف آلفا بتا نسبت به دی بتا مشتق بگیریم.
هرچی بعد از کاما باشه معناش مشتق خواهد بود از این به بعد. تعریف کردم اینا رو در داخل. از تانسور میدان یعنی الفابتا و دوگان آن میتوان دو کمیت چهار نرده ای ساخت در تبدیل لورانت ناوردا بمانند. شما اف الفا بتا و اف بتا الفا رو اینا با اندیس بالا اینا با اندیس پایین روی بتاش جمع بزنین روی الفاش هم جمع بزنین. اینو جملاتشو بنویسین به دست میارین ایدو منهای بیدو و این لورانس ناورداست برای اینکه این لورانس ناورداش آشکاره. این منفست لورانس کوارینس داره، کمیت نرده ای هست چون هیچ اندیسی نداره، اندیسه های تکرار شده جمع شده روشن از بین رفته. این یک کمیت نرده ای هست، پس بنابراین این کمیت نرده ای لورانس ناورداست. یعنی رفتیم به یه دستگاه مختصات دیگر اینو نوشتین پرایم، کافیه که بنویسین ای دو منهای بی دو مساوی پرایم دو منهای بی پرایم دو، به همین سادگی. یا همینطور اف بتا الفا را با دوگانش ضرب بکنید و سادش بکنید، خواهد شد ای دات بی. اینم لورانس ناورداست، سکیلره نه، کمیت نرده ایه و لورانس ناورده است و آشکاری که چرا باید لورانس ناورده باشه. در صفحه های آینده به این چهار نرده ای ها خواهیم پرداخت. تانسور انرژی تکان ها، یه تانسور انرژی تکانه تعریف بکنیم. تی آلفا بتا یا تی بتا آلفا، یعنی این معناش اینه که این تانسوری تعریف میکنم سیمتریکه. چیز ساده ای، یک تقسیم بر چهار پی اف آلفا گاما اف گاما پایین بتا. روی اندیس گامای تکرار شده یکی بالا یکی پایین جمع خواهیم زد. بعد منهای یک چهارم اتا آلفا بتا اف گاما دلتا اف دلتا گاما. این یه اسکیلره، اینم یه تانسور رنگ دو. از اینم دوتا اندیس مونده، تانسور رنگ دو روی گاما جمع زده شد. پس به طور آشکارتی آلفا بتا یه تانسور رنگ دویه که تحت ترانسفورمیشن لورانس ناورداست. حالا باز بکنید چند تا مؤلفه خواهد داشت. یه تانسور چهار در چهاره دیگه، باید 16 مؤلفه داشته باشه، ولی چون تانسور قطری هست 4 تا از اینا روی قطره، 12 تاش میمونه. بعد اینا نصف بکنید، 6 تاش بالای قطر 6 تاش پایین قطر با هم برابرن. اون وقت این مؤلفه 0 0 این رو حساب بکنید. از روی همین مؤلفه 0 0 این رو حساب بکنید، به دست میارین یک هشتم ای دو به علاوه بی دو. اینو میشناسید این چیه؟ یکی جواب بده ببینم اینو میشناسه؟ چگالی انرژی نیست؟ بله چگالی انرژی. این وقت بعدی رو آقای محمد حسین جواب بده. یه برداره در فضای سبودی، میشناسید این رو؟ قیافش خیلی اسم چی شد واقعیتش فکر کنم بسید
ایزد داره بی فکر کنم لورن یه چیز شبیه نیروی لورنس فکر نمیدونم قیافش آشناست ولی خب واقعیتش اسمش رو نمیتونم آم فکر کن دیده توی الکترومغناطیس هم دیدم ولی خب الان واقعیتش رو دوره ده دیگری کسی میشناسه این رو بقیه جواب بدن میدان الکترومغناطیسی میدان الکترومغناطیسی F بود دیگه اسمش رو گذاشتیم این بردار پوینتینگه بله بله پوینتینگ شار جریانه شار انرژیه در الکترومغناطیس یه چیز ساکن نیست دیگه حرکت میکنه در فضا وقت با چه سرعتی این چگالی یو چیز میشه حرکت میکنه این سی جی بردار پوینتینگه اینه کسی میشناسه فرقش با بالایی اونم پوینتینگه ما به این میگیم پوینتینگ ولی نمیدونم با اون چه فرقی داره این ببینید این چگالی انرژی بود انرژی بر واحد حجم این چگالی مومنتومه مومنتوم سه مؤلفه داره یک دو سه اینجا من ببینید این یک جمله است ولی این سه جمله است این هم سه تا سطره وقتی چهار در چهار رو تبدیل کردم به صفر سه سه صفر وقت این بردار پوینتینگ شار چگالی انرژیه این چگالی تکانه انرژی الکترومغناطیسه و این شارشه چگالی انرژی چگالی مومنتوم شار انرژی شار مومنتوم دتا ای جی 4-9 در سطر اول چگالی انرژی و سه مؤلفه چگالی تکانه رو میبینید ببخشید این بردار پوینتینگ این یکی شارشه این انرژی این شارش این چگالی مومنتوم این شارش به طور مثال یو چگالی انرژی ستون زیر آن بردار پوینتینگ اس شار انرژی است همچنین جی یک این جمله مؤلفه یکی چگالی تکانه و ستون زیر آن تا یک جی رو یک گرفتیم شار آن است مثل اینکه باید تمام بکنم خیلی خوب برای هفته دیگه یه مقدار از این محاسبات ریز رو انجام بدین و مخصوصا به طور مبسوط روی کاغذ این جملات جمع ها رو باز بکنید چهار جمله هاشون رو بنویسین و برای من بفرستین تا دستتون عادت بکنه درس تمام میکنم ولی من هستم تا چند دقیقه دیگه اگه سوالی دارید هر کدام تو میخواییم بریم بیرون بریم ممنون استاد خسته نباشید ما یه کلاسی داریم یه دقیقه دیگه شروع میشه با اجازهتون من رفتم خدا بشید. من یه سوال دارم همون میتونین وبکمتون رو روشن کنین هم دیگر ببینیم الان روشن کنم چشم یه دقیقه طول میکشه اشکالی نداره سوالاتتون رو بکنید هر کدومتون دارید
دقیقه من دوربین رو درست کنم. الان سوالم حالا سوالت رو بکن. سوالم این بود که اون بتا رو که گفتین بعدن میگین چیه، یه ویلگول بتا گذاشته بودین، چطوری قرار از اون اف مشتق بگیریم؟ ببین اون دی بتا یعنی همین، اون ویرگول بتا یعنی دی بتا مشتق این. دی یک خواهد شد دی به دی اکس، دی دو خواهد شد دی به دی وای، دی به دی زد، و دی صفر خواهد شد یک سیوم دی به دی تی. یا دی به دی بتا یا اینکه اینجا کاما بتا. من به جای این میتونستم بنویسم تی آلفا بتا و این زیر کاما بتا، هر دو یکیه. اینا برای کوتاه نویسی این عرف شده و کمک میکنه به چیز. یعنی از تک تک مؤلفه هاش داریم در واقع. بله ببینید الان اینجا بتا باید جمع بزنین، دی صفر تی آلفا صفر، دی یک تی آلفا یک، دی به دی وای تی آلفا وای، دی به دی زد یه آلفا زد. سه تا چهار تا جمله هست که باید جمع بکنید روش. پس اون فقط فرم خلاصه شه، من فکر کردم که یه چیز دیگه نشون میده. بله خیلی ممنون، راست خسته نباشی. مرسی. دیگه سوال ندارین؟ نه، بله. روزتون بخیر. خداحافظ شما.